بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، سلام. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. امروز 4 مارچ سال 2011 میلادی و برابر است با 14 اسفند ماه 1390. امروز یک شنبه ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا. خوشحال و خرسند که آقایان بهمن احمدیان و در قسمت دوم برنامه سرهنگ عقیلی پور رو در این برنامه خواهیم داشت تا درباره جریانات اخیر ایران و جهان، مخصوصا این تبل جنگ که کوبیده میشه و انتخابات در روسیه و انتخابات در ایران، صحبتی داشته باشیم. ضمناً امروز 14 اسفند برابر با در روز سال روز وفات دکتر محمد مصدق بود که به تمام ایرانیان، مخصوصا اونهایی که هوادار و طرفدار این بزرگ مرد هستند، تسلیت عرض میکنم و روان شاد، یادش گرامی باد، که مردان بزرگ هرگز نمیمیرند و در تاریخ خواهند بود و امیدوارم که روزی بتونیم از این بزرگ مردان قدردانی کنیم. میریم به تگزاس و با آقای احمدیان صحبت میکنیم تا ببینیم ایشون نظراتشون در این مورد چی هست. جامعه ایرانی، این سمهایی که به وسیله این تلویزیون ها و این رسانه ها پاشیده شد، یک دستی رو از یک ملت گرفت، نه یک دستی از این که همه در راه یک سازمان و یا یک برنامه‌ای رو صحبت بکنن و کاری رو انجام بدن. این یک دستی از این نظر که تمام این افرادی که روزی، خود من چه در ایام جوانی که متعلق به تمام گروه‌ها بودیم و در یک هدف بقیه سازمان‌ها رو هم دفاع می‌کردیم. من خاطرم یاد در دوره دانشجویی حتی اگر گاهی وقتا کمونیست‌ها کمک می‌خواستن، اونها رو کمک می‌کردیم. یعنی اینا برای تظاهرات که می‌رفتن، چون هدف مشترک داشتیم، برای ما مطرح نبود. ولی امروز ما می‌بینیم درست در این 2-3 روز به خصوص که آوای بسیار ناهنجاری برپا خواسته و هدف ایران عزیز ماست، نه تنها اون عده‌ای که نمیدونم، اصلا من فکر میکنم بتونم بگم سیاستمدار، آخه یک زمانی همونطور که خدمت رو عرض میکنم در اون دوره که ما بودیم، یا کنفدراسیون دانشجویی یا مجاهدین اون زمان خلق ایران، نه این صحبت از این آقایونی که امروز هستن، حداقل نشریاتی رو منتشر میکردن، صداهایی رو فریاد میزدن و مردم میدرویدن و میامدن و دفاع میکردن و برحال کاری که باید بشه انجام بشه را انجام میدادن. ولی امروز من اون چیزها رو نمیبینم، نمیدونم چرا. شاید مأموریت ها در این هست که این ملت رو خاموش نگه دارن در خارج از کشور. خرج هایی که میشه بر همینه، وگرنه مگه میشود در امروز به خصوص و در نه امروز به خصوص، برای همین امروز به خصوص و دیروز و پریروز، یعنی نه به روزهای قبل و هفته ها و ماه های قبل، 3 کار در ایران ما انجام شد. یک انتخابات بود در خارج از کشور، رئیس جمهور محترم آمریکا اومد نطقی رو کرد، میبینیم سران اسرائیل در آمریکا هستن، یک سری گفتمانهایی رو انجام دارن، یک سری رسانه حرفایی رو زدن، ولی ما از هیچ فعال سیاست مدار که نداریم. آخه سیاست مدار برونه در چنین مواقعی، اگر اونهایی که ادعا بر این میکنن که ما سیاست مداریم، خب میاین جلو یا جوابی رو میدهند یا صحبتی رو میکنند که لااقل ملت ایران بدون در صدایی که در خارج ادعای رهبری رو میکند هستن و جواب میدن. قبل از این که من به عصر امروز برگردیم و داستان رو بگیم، یک یادم یاد اصلا چرا شد. درست اگر برگردیم به اون اواخر، میبینیم به هر حال ملیون یک تصمیمی رو گرفته شد که متاسفانه بخشی مثل نهضت آزادی، بخشی مثل جبهه ملی، در خیلی کم ولی بیشتر نهضت آزادی، بزرگترین ضربه رو به ملیون زد و در بخش پادشاهی شب که تماما ضربه رو زدن، یعنی از تمام
تیمسارهای دور بر شاه گرفته تا پایین تمام شاه رو تحویل نگرفتن، ول کردن و شاه همونها رو ول کرد، یعنی خودش و خانوادش رو برد، افسرانی که در خدمتش بودن رو همه رو به گوله بست. ما اون کار نداریم، ولی یک در اینجا یه پایه کلام ما داشتیم و اینکه آقای دکتر شاپور بختیار اومد و در کنار شاه قرار گرفت و گفت به جهان که آقا اگر شما برای آزادی ایران حاضر شدید و میخواید این رژیم رو ببرید خیلی خوب، نمیخواد شما کسایی رو به ایران بیاورید که مایی که به اصطلاح استخون تو سیاست خورد کردیم و میدانیم این مؤمنین اگر بیاید حیثیتی از ایران باقی نمیگذارد. پس چی شد؟ چرا جهان غرب، چرا اسرائیل در اون روز حاضر نشدند در کنار این دو مرد بایستند؟ که اون یه داستانی داره که بعدها، ولی به اینجا چون امروز یک صحبتهایی هست که باید ما به اون توجه کنیم و گذاشتن ملاها قدرت رو بگیرن. اگر آقای جیمی کارتر که عاشق این جریاناتی که الان 30 سال تحت نام انسانها بشر دوستانه و یا چه میدونم کارهای بشرخواهانه همه تحت نام سازمان ملل آزادی انسانها صحبت میشه، خب چرا شما این اجازه رو ندادید در مورد این کشور از هم بپاشه؟ مخالفین که قبول کرده، شما غربی ها چرا قبول نکردی؟ پس این داستان از شروعش سر درازی داشته. اما حالا آمد نیستن، هیچ کدومشون نیستن، نه آقای دکتر بختیار وجود داره، نه شاه فقید ایران وجود داره. رسیدیم به امروز. در امروز ما میبینیم در ایران، بحث اول ما بر اینه که در ایران یک انتخاباتی شد. خب در این انتخابات چی شد؟ این انتخاباتی شد که اون میان روهای خودشون، نه میان روهای مردم، میان روها یا به اصطلاح اصلاح طلبان خودشون، اونها رو هم از مجلس اینا بیرون کردن و مجلس یک پارچه شد ولایت فقیه به آقای خامنه یا آقای احمدی نشد. خب اینجا به قول دوست ارزشمند خود من آقا و دوست همه ما ایرانیان از آقای تقریبی برحبه بسیار قشنگی زده، گفتن در ایران میگن آزاد بیاد رأی بدید، کسی مزاحمت از اون نداره، رفتن و رأی دادن، ولی رژیم میگه شما آزادانه رأی بدید، ما آزادانه هر کی رو میخوایم انتخاب میکنیم، نه دعوایی، نه کشتاری، نه بزن بزنی، نه هیچ، شما رأی رو بدید، ما مرکه بخوایم انتخاب میکنیم که کردن. حالا اینا میخواد 10 میلیون بره، میخواد 100,000 نفر بره، فرقی نمی کنه، آنچه که آقای خامنه ای بخواد بعد از تو اون درآمد. خب این مال انتخابات ما که به حالا دوره بدتر و خطرناکتر آن را خواهیم دید. یعنی چه خواهد شد در ایران؟ این دوره برای این خواهد شد، خب حالا همه مجلس شد یک دست، دیگه کسی وجود نداره که بیاد و به مردم بگه آقا مثلا ما نمیخوایم، الان شرایطی نیست که ما بمب اتمی درست کنیم، شرایطی نیست امروز ما با غرب درگیر بشیم، ولی دیگه این سخنان هم برداشتن، شده شاهنشاه آریامهر، هر چی که آقای خامنه ای بگه مجلس بدون استثنا باید بگه بله، مجلس خبرگان باید بگه بله. خب چی به وجود میاره؟ یک دوره وحشتناکی که ما داریم آروم آروم درش قدم میگذاریم. یعنی وقتی یک مجلسی یک دست آن هم از نوع استبدادش قرار میگیره، دیگه مجالی برای مردمان کشور نیست، صحبتی به مردمان کشور نمیده، یک رهبر، یک مجلس، یک نیروی به نام سپاه پاسداران و 70 میلیون کنار، 1 میلیون آدم اونجا، 1,000 نفر تعیین کننده ایران. خب این مجلس که به این حالت شد، حالا ما برمیگردیم به سراغ یه مسئله دیگه ایمون.
و این مسئله ای که امروز رب داره با همین انتخاباتی که شد، میبینیم که در آمریکا یک جریانی امروز صبح به وقوع پیوست که در قانون کلیمیان ما، نه کلیمیان ایرانی ما، کلیمیان جهان، برای که برای من فرقی نمیبینم بین مسلمان، کلیمی، زرتشتی، بهایی، هرچه، اون از کم عقلی انسان هاست که به این بدبختی ها گرفتار میشه و بر اساس دین میخواد انسان ها را محک بزنه. وگرنه من بارها در بسیار در این 30 سال به خصوص گفتم در هندوستان که آزادترین کشور جهان هست بالای 450 تا دین وجود داره. ببخشین، از بویل پرست ادعا وجود داره تا موش پرست تا بودیزمشون تا میای تو سیک و بر حال اسلام و بقیه. ولی یک کشوری سالم از این وسم، یعنی مذهبیت حکمرانی نمیکنه، دارن کار میکنه، زندگی میکنن مردم. اما در خاورمیانه متاسفانه همیشه این دو مسئله دین رو وارد کردن، جویش رو جلوی یهودیان ما رو جلوی مسلمان گذاشتن، مسلمان رو جلوی یهودی گذاشتن. مبنایش هم بر چی گذاشتن؟ چون فلسطین به دست اسرائیل تسخیر شد. خب اینجا رو شما داشته باشید، اگر آقای خامنه‌ای شما این همه مخارج رو صرف این همه آقایون در فلسطینی میکنی، به جای اینکه اگر عقل بی عقلی که شما آقای محترم داشتی صرف اون میکردی که این جامعه ها رو به هم نزدیکتر کند، هم بین جامعه خودت و ملت ایران احترام داشتی، هم در بین جهان. شما نگران مردم چچنیا نیستی؟ چچنها نیستی؟ که این همه مسلمون به وسیله همون آقای پوتین، آقای پوتین من با شما مسئله ای ندارم، من دارم برای مردی که رهبریت کشور من رو به عهده داره برای اون میگم. با شما نه من منازعه ای دارم، نه مناظره ای دارم، نه هیچی، و در اون حد نیستم که بخوام با شما صحبتی بکنم. ولی وقتی که شما داشتید قتل عام مسلمان را در چچن میکردید، کدوم چند تا اعلامی از وزارت امور خارجه ایران بیرون اومد که آقا مسلمان ها را نکشید؟ چند تا اعلامی از حوزه علمیه قم بیرون اومد که شما با ناب خداهای مثل کره شمالی این کمونیست هایی که آدم میخورن شما معامله میکنید؟ مگه در اسلام این جایز نیست؟ چند دفعه آقایون توی مجلس اینشون و این مؤممین حالا به اصطلاح اون خوبشتر اومدن اعتراض کنن و بگن اینها که ضد خدا هستن، چه رابطه بین ما و کره شمالی وجود داره؟ هیچ. حالا این وسط ما دایه آن شدیم که ببینیم اسرائیل و فلسطین چه میکنن. کجا شد وقتی در چین اون 100 میلیون مسلمون که 7 میلیونش در 5 سال پیش مورد تجاوز چینی ها قرار گرفت به حزب کمونیست چینی؟ شما کجا زبونتون؟ چه اعلامیه ای رو من شما ها دیدید؟ پس شما جریانتون اسلام نیست. و شما صحبت من، روی صحبت من با مردم خوب اسرائیل نیست. مردم اسرائیل که بیشترش ایرانیانند همین نژاد من هستن، همینی که ما هستیم، اونها هم دست این آدم خوران به اونجا فرار کردن. شما آقای اسرائیل که امروز دایه براندازی به اصطلاح کشور ایران را در سرت میپرورانی و بمب برای ایران آماده کردید، شما در 2 ماه پیش هنوز این مدارک دیگه از اسناد خونه من که بیرون نیامده، از این سایت ها در اومده. شما در 4 ماه پیش مرتبا حتی به اینا کشتی جنگی فروختی و حتی به اینها اجازه دارید در کانال سوئز نشانه قدرت رو بده با همون کشتی جنگی شما. حالا چه شد چلی یک شبه آقایون همه را افتادید واشنگتن و جریان جنگ رو وسط کشیدید؟ چی شده؟ داستان معامله هایی به هم خورده که نه ملت اسرائیل میدونه نه ملت ایران؟ یا چه خوابی برای این دو ملت شما دیدی؟ که این بحث رو امشب من بیشتر باز میکنم که شما مردم یا اشتباه نکنید کاری که این دولتیان میکنند.
را به حساب مردم اسرائیل بگذارید یا به حساب مردم ایران. متاسفانه در وضعیتی ما قرار گرفتیم که کسی به فکر مردم نیست. به حساب خیلی ساده، به حساب خیلی روشن، به حساب بدون سواد علم سیاسی. اصلا کاری هم نداریم که الان آقای اوباما میخواد برنده بشه یا پیروز بشه، یا انتخاباتی در اسرائیل هست یا نیست، یا انتخاباتی در ایران هست یا نیست. یه حساب خیلی ساده، شما که خود رادیو اسرائیل بارها اعلام کرد و منابع دیگه اعلام کردن اینا به قدر کافی موشک دارن که میخوان اسرائیل رو بزنن. خب شما اگر فرض کنید اومدید رو از راه هوایی اومدید، من صلاحیت اون رو ندارم، فقط میتونم در بارش صحبت کنم. شخصیت های محترم کارشناس های جنگی مثل زرنگ عبیدی بود و دیگران خیلی بهتر میتونن به مسئله باز کنن. شما وقتی میخواید بیاد از راه هوا بیاد، یا بعد از مرز ترکیه رد بشید، یا بعد از مرز این کشورهای عربی رد شید و بیاد یک کشوری رو اون هم تاسیسات اتمیشو بزنید و برگردید. ما فرض بر این بگیریم کشورهای عربی به شما این اجازه رو داد یا نه، یا ترکیه به شما این اجازه رو داد یا نه، یا شما باید از روی کشتی های ایالات متحده آمریکا باید سوختگیریتون رو بکنید، کاراتون رو بکنید. حالا اومدید و زدیدم، چی خواهد شد؟ نه اینکه به مجردی که شما برگردی اینها که آدم های نیستن که بنشینن و شما رو تماشا کنن. خب متقابل به مثل میکنن. دیدید که دو دانشمند رو کشتید، چند مراکز رو منفجر کردن، نشانه قدرتشون رو به شما نشون داده. این نشانه قدرت رو به ما ایرانی ها نشون داده، به زنمون تجاوز کردن، به دخترمون تجاوز کردن، به پدرمون تجاوز کردن. اینا حیوان های بدون قید و بندن، بدون زنجیره. کاش اینها با ملتشون بودن، ملت از اینها دفاع میکرد. چون رژیمی است که بر علیه مملکتش و ملتش کار میکنه، ملتی با اینها نیستن. اما داستان ما جای دیگه است. شما اومدید و زدید، چی میشه در فردا؟ خود اینها متقابله به مصر میکنن، اینها داخل اسرائیل انتفاضه 6 و 7 و 9 شروع میشه، یا به قول خودتون از نظر جنگی به لبنان هم حمله کردید. خب بعد چی؟ شما تا چقدر میتونید بمباراناتون رو ادامه بدید؟ خب مردم دنیا و اروپا صداش بلند میشه، مردم آمریکا هم بلند میشه. حالا شما که تمام این نقشه ها رو به این خوبی بلدی، امروز هم آقای نتانیاهو در اینجا تشریف دارن، آقای برک در اینجا تشریف دارن، آقای تمام آقایون تشریف دارن، شما اگر راست میگی و خوشبختی مردم اسرائیل رو میخواید، و همونطور که آقای نتانیاهو هم فرمودن ما دشمنی با مردم ایران نداریم، هر دوی ما خوبیم، شما چرا نمی کنید این رژیم رو بردارید؟ شما اگر اینقدر قدرت دارید و بزدل و ترسو نیستید که ملت ایران نشون داد که این رژیم رو نمیخواد، بمباران نمیخواد بکنید، حمایت کنید این مردم رو، اون وقت تازه ما با شما تازه یر به یر به یر هم میشید. یعنی کاری که پادشاه ما، تنهایی پادشاه ما داشتیم، اونم کوروش، اونم در 2500 سال پیش، حداقل نسل شما رو نجات داد، این نسلی که امروز قصد کشتن ایرانی ها رو داره. یا اشتباه کرد کوروش، بعد مثل هیتلر رفتار میکرد، که شما امروز بیاد یاوه سر بدید که ما ایران رو با بم یکی میکنیم، شما غلط میکنید. هر کدوم که بخواد باشید، اگر ارزه و شعور و اگر نظر نظامی اونقدر قدرت ندارید، بمباران نکنید. اگر هم دارید، رژیمی رو که تا پیروز بهش کشتی میفروختید رو از بینش ببرید. اون کار هم نمیتونید بکنید، بشینید چرا این ساعتهایی که جلوی مبارزین خارج از کشور، نه این پشمکی هایی که دور شما هستن، از شب شبش تا راستش، از آقای سازگارا و آقای گنجیش و اینا رو بذارید کنار، بذارید مردانی که در همین اروپا و حتی در کشور خود شما زندگی میکنن، اونها رو حمایت کنید. شما دارید یک کاری میکنید به جنگ جهانی سوم مردم رو نزدیک میکنید، اصلا معنی نمیده.
از نظر اقتصادی حالا اومدی اینجا رو زدی، روسا دوباره از اول میان پدر این ملت رو در میارن، میخوان اونجا رو بسازن. و شما آقای پرزیدنت آمریکا، شما به جای همه پیشنهاداتی که رو میزتون هست و کاری که آقای جیمی کارتر با این ملت شریف ایران انجام داد و دوستان اروپاییتون، حداقل شما که از این حزب دموکرات هستی، شما سعی کنید اگر قدرت ندارید که حرفش رو نزنید، اگر قدرت داری لطف بفرمایید این رژیمی که آقای جیمی کارتر رو با خودتون ببرید. آقای احمدی نژاد دفعه توشیه زیادی میل فرموده بودن، گفتن اسرائیلی ها رو ببرید نمیدونم در آمریکا. نه، بنده به جای اسرائیلی های رو شما میگم، شما این توفه هایی که آوردید با خودتون ببرید بگوشی از آمریکا، ازشون محافظت کنید نگرده. اینه که ملت ایران نهی بود، من عرض کردم شاه بود، بختیار بود، یه پیمانی بستن گفتن آقا من به طرف هم نریزه. خائن در همه جا هست، وطن فروش در همه جا هست، انسان فروش در همه جا هست. اما شما آقای پرزیدنت آمریکا، آقای برک اوباما، نه این که من ریپابلیکنم حالا موضع رو بر اون بگیرید، بر حال این رسانه مردمی ملت ایرانه، بخشش دارن گوش میده. شما به جای که اونها رو، اگر مسائلی در پشت پرده شماست که آن را بهتره که با ملت آمریکا هم در میان بذارید. هنوز شما آقای برک اوباما بعد نیست قیمی در این بیمارستان ها بگذارید، ببینید این وترن های بیچاره ما، جوونی که 18 ساله نه دست داره نه پا داره چجور زندگی میکنه، و شما حاضر نیستید به اونها برسید. کمی هم تحمل بفرمایید، برای شما پرزیدنت آمریکا هستید. میدونم از این ایرانی هایی که در اینجا هستن که زدی جرعت ها نداره، اینم من میدونم، من هم جرعتی نکنم به شما بی احترام یا به ملت آمریکا بی احترامی کنم، به عنوان یک فردی که مهمان شما در اینجاست. شما حداقل رعایت صابخونگی نیتون رو بکنی. به حال فردایی وجود داره، ما و ملت آمریکا با همین، چه شما پرزیدنت آمریکا باشید چه نباشید، چه ما ایرانیانی که در آمریکا مهمان شما هستیم، وجب به وجب این خاک دفاع میکنیم، چون خونه ای ماست، به ما جا دادید، نه شما آقای پرزیدنت اوباما، ملت آمریکا. ما نمیگذاریم موی از سر این ملت کم شه، همچنین که نمیگذاریم موی از سر اون ملت در ایران کم شه، و همچنین که نمیگذاریم یک موی از سر یک اسرائیلی در خاک اسرائیل کم شه. ولی تصمیماتی که شما میگیرید تصمیماتی است که مثل این که اصلا فراموش کردید ما چقدر بترین توی مملکت این همه زخمی برگشته از جنگ داریم. شرایط مملکت اینقدر عالی است که شما یک جنگ دیگر هم طالب بشی. من امیدوارم دوستان اسرائیل، ما ملت ایران و ملت اسرائیل یک چیز 60 ساله نداره، و خاطرتون نره چهارمی و پنجمین کشوری که اسرائیل رو برسمیت شد همین ملت ایران بود، و یک نفر هم در خیابون نیامد که تظاهرات علیه اسرائیل بکنه. و نمیدونم آقای دکتر فولنر و بقیه آقایونی که در امور خارجی هستن چرا اینطوری ساکت نشستن، اصلا چرا کلیمیان ما ساکت نشستن در آمریکا؟ همه ما یک دشمن مشترک جهانخوار داریم، یک دشمن مشترکی به نام جمهوری اسلامی داریم، که اول از همه قبل از اینکه به هر اسرائیلی ضربه بزنه، به هر امریکایی ضربه بزنه، به هر ایرانی و به خصوص ایرانی مسلمانی ضربه بزنه، اینقدر که این رژیم از مسلمانان کشته، نه از کلیمیت کشته، نه از مسیحیت، نه از بهاییت. بگذارید اگر این رسانه های ما نمیدانم اون بذر و سیدشون رو ازشون گرفتن یا سیدشون رو بهش خالی از مصرفه. ما در کاشان، شهر پدری بنده، وقتی زمین میشد برای پاییز اونور توش تخم میریختن یا سیب میریختن میگفت، یا بعض میریختن، هستش یه معنی رو میده. بعضی آقایون سیاست مداره به اصطلاح سیب اون رو ندارن، بذر اون رو ندارن. و بقیه این دخالت هم نکنین، تلویزیون رو جمع کنین، حداقل از اسم سیاسی نه تلویزیون، این رسانه ها رو بردارید. اونقدر که من ایمیل از ایران، از داخل زندان ها و بیرون دارم، گاهی وقتا واقعا نمیدونم چی جواب به این ملت بدم. این همه بدبختی کشیدن، تازه نشستن اینجا
براشون نقشه های جنگی میبینن که چطور جنگی رو هم به ملت بدبخت بدن. زشته. حالا ما در اینجا آدم های سیاسی درست نداریم، برای شما اسرائیلی ها، شما امریکایی ها که بهتر میدونید، شما اروپایی ها، انگلیس ها دیگه بد سگ از یک ملت. مگه شما چی میخواد؟ کی به شما گفتن نفت بهتون نمیفروشن؟ کی ملت ایران گفته ما با شما دوبله؟ یا کی ملت ایران شما رو تهدید کرده؟ شما در پیشگاه تاریخ باید جواب بدی. شما باید به ملت ایران جواب بدی، باید به ملت آمریکا جواب بدی، باید به ملت اسرائیل جواب بدی. شما اجازه ای رو نداری یک بحثای ناگواری که شروع کردید بکنید و فردا 400-500 اسرائیل در خاک اسرائیل هدف این تروریست ها قرار بگیرید. شماها این کارها رو میکنید. تا من چقدر شرمندم، بسیار شرمندم که وزارت امور خارجه حداقل یه خود تحقیقات بکنه، کنگره آمریکا یه مقدار بیشتر تحقیقات بکنه، دوستان کلیمی ما یه مقدار این آقایون رو مطلع تر کنن که هدف این نیست که بیاید بوم بریزید و برید بعد اونو میخواد چیکارش کنید. مگه شما نمیگی ایران در فکر اونه که بوم بسازه؟ یعنی جمهوری اسلامی، نه ایران، حالا بعد اون میذارید، جمهوری اسلامی بوم بسازه و بیاد به اسرائیل حمله کنه. شما اینا رو فکر میکنید ولی خودتون الان دارید میرید عمل کنید. پس اگه بوم ریختن رو سر ایران اشکال نداره، خب چه اشکال ایران بوم بریزه سر شما بریزه، نه سر ملت اسرائیل. خب نکنید. آخه اگر یک عده ایرانی حرفی نمیزنه، اگر یه میدونی یه عده شامورتی باز از ایران آوردن تحت نام گنجی ها و گروه سبز و موسوی و این جریان ها، دلیل اون نمیشه. اگر میدونی نه دوره گذشته یه عده هستن و بی وزر و بی هیچ حرفی ندارن بزنن، دلیل این نمیشه که ملت ایران احمقه. این همه دانشمندان ما در زندان هستن، فیزیکدان، شیمیدان، اقتصاددان، تمام این زندان ها از مهندس تبرزدی گرفته بیاد تو من لیست براتون بیارم چند صد ما مهندس و دکتر در زندان داریم، چقدر قاضی در زندان داریم. اینها دائما طبق ایما اشاره ایمیل هایی که به بنده و بقیه دوستان میزنن و متأثر از اینه که چرا دارن یه کاری در دنیا میکنه که دودش به چشم ملت ایران و ملت اسرائیل بره. امیدوارم آقای برک اوباما یه مقدار بیشتر و آقای نتانیاهو، شما که انسان برنده‌ای بودی، مردم ایران دیروز بود در همین خصوص این صحبت ها بود، دوست به من زنگ زد، دوست کلمی بنده از ایران اومده بود، من پرسیدم که این داستان ها، گفت اصلا خود ایشون هم متاثر بود، میگم من که ایران رفتم یه روز به شوکی، چون مرتبشون میره و میاد میشناسم، یه آدم بازرگانیه میاد اینجا و ایران هم بازرگانی شد داره و کارشو میکنه. دو یه رو به شوخی یه پاسداری عوض شده بود در این قسمت حراست فرودگاه خمینی، ایشون بهش میگه در همین دو ماه پیش که میرفته بهش میگه که آقا من کلیمی هم، یه رو اصلا پاسدار عصبی میشه، میگه آب چیکارت کنم، میخواد تاش زرین بدم. بعد یه رو یه تو خودش میخنده میگه ببین چی دارن میگه، نه اون پاسدار علاقه داره که کلیمی ما رو بکشه، ایرانی اول از هر چیز. مگر اینکه شماها کارهایی میکنید که منوان رهبران ما هستید در دنیا که ملتها رو عصبی کنید، ملتها رو اذیت کنید؟ آخه بس دیگه. یک زمانی سیاست مدارانی در دنیا بودن الان لذت میبرد که به گذشته برگردید این راستو میدید چقدر زیبا فکر میکرد و تجزیه میکرد. برمیگشتی به دوران گورباچوف و قبل اون برژنف میدیدی آقایون اینا چه مردان محکمی هستن. برمیگردید به کندی ها، برمیگردید تا به نکسون ها، آیزنهاور ها، آقا مردانی بودن که دنیا رو میچرخوندن، تهدید نمیکردن مردم ها رو. من نمیدونم دنیا رو چه شده، ولی امیدوارم
این دشمنی رو بین ملت ایران اسرائیل رو نه شما رهبران اسرائیل میتونید به هم بزنید، نه شما رهبران ایران میتونید به هم بزنید. عشقی که بین این دو ملت وجود داره با آدم های مثل من شما ها نمیتونید به هم بزنیدش. نه ما میذاریم موی از سر اسرائیل مردم اسرائیل کم بشه، نه اسرائیلی ها میذارن موی از سر ملت ایران کم بشه. من این قول شرف و جلوی این تلویزیون به شما همه ملت ایران میدم و به ملت اسرائیل. فقط کافیه جلوی این رهبران رو ما باید بگیریم. ما میدونیم در ایران یک مش روانی هست که شکی نیست درش. ما دائما در پی این هستیم که راه حلی پیدا بشه که بتونیم. متاسفانه ما باید به دنیا اعلام کنیم آقا ما در خارج از کشور نداریم، ما فاقد رهبری هستیم، ما فاقد آدم شناسی و نمیدونم عشق به این اون داریم، سیاست مدار نداریم، ادای سیاست مدارانه فراوان داریم، ایرانی نداریم. و امیدوارم این جلسه که در ایپک شد، من فردا سعی میکنم یه ایمیلی به ایپک بزنم و بخواهم که این مسائل رو یه مقداری بیشتر درونش نگاه کنن و این مسائل رو وادار نکنن اون رژیم آتوهایی بگیره. همون چه که گفتم، نه ما ملت ایرانی این اجازه رو میدیم که یک مو از سر یک اسرائیلی در اسرائیل و در دنیا کم بشه و نه اسرائیلی های ما. آخه برهاد بالای 20,000 ایرانی در اسرائیل داره زندگی میکنه، مستر کارها هستن. من چطور میتونم اینم یک ایرانی که در اسرائیل زندگی میکنه اسرائیل به اون صدمه ای برسه؟ یا او چطور فکر میکنه من همسایش مورد تجاوز قرار بگیرم؟ امیدوارم این مسائل رو از راه درستش. دشمن شما ملت ایران نیست، دشمن شما این سیاست مدارانی هستند که دور شما رو در آمریکا گرفتن از هر نوع طیفش و جمهوری اسلامی. اگر زورتون به جمهوری اسلامی نمیرسه به ملت چرا میرسونید؟ این یک مسئله بود. مسئله دومی که اگر روای سلوی سالی دارید از بنده بفرمایید، من یک دو مسئله دیگر رو هم خدمت رو عرض کنم و در خدمتتون باشم اگر صدای من رو دارید. خب برای صدای من هم که ندارن اونجا، ولی امیدوارم صدای من از تلویزیون پخشه. مسئله دومی که بود در پوتین، آقای پوتین در روسیه با 64% پیروزی امروز رو گرفتن. ببینید صدای من پخش میشه از تلویزیون یعنی لطف بفرمایید. آقای پوتین با 64% چیز شدن، برنده شدن، یعنی دوره اول رو پشت سر گذاشتن، پس دوره دوم رو پشت سر میذارن. حالا با این داستانایی که شما میبینید و داستانی که در هفته پیش مخصوصا من این رو آوردم و دوستانی که ایمیل کردن به من بی نهایت متشکرم و آقای دکتر عقیلی پور، میبینید این مرد چه مسائل رو از دو سال یه سال قبل برای شما میگه، ولی یک مشت انسانهای بخیل، انسانهای کوچک، اگر با اون رهبری که بهش اعتقاد دارید ازش بخواید وارد صحنه بشه، اگر نه مزاحمت برای افراد دیگه ایجاد نکنیم، انقدر بی احترامی ها نکنیم. آقای عقیلی پور اومدن گفتن آقا دانشگاه پاتریس لوبومبا آقای خامنه ای که مدعی رهبریت اسلام و حداقل شیعش رو داره از دانشگاه پاتریس لوبومبا فارغ التحصیل شده. یعنی چی؟ یعنی ایشون یک کمونیسته. بله مرسفن، یعنی یک کمونیست. ایشون در 50-60 سال پیش، 40 سال که انقلاب شده، 15 سال بعدش تاریخ‌هاش همه هست. دو تا دوست عزیز دیگه هم برای من ایمیل کامل به زبان روسی و فارسی رو فرستادن. متاسفانه من یادم رفت که برای شما بخونم و چون متشکرم که درس خوندن. خب رهبر، برادر پاسدار من، برادر بسیج من، برادری که عشق اسلام تمام وجودتو فرا گرفته، آخه میشه رهبر تو کمونیست باشه بره تو دانشگاه کمونیست؟ وقتی من این حرف رو به تویی که الان داری گوش میکنی و اینو ضبط میکنی میبری بیدی، به خودت یه لحظه فکر کن، بگو میدونم این آدمی که داره از آمریکا شعار میگه یه آدمی ضد اسلام، اما تو که نیستی، تو که با این کامپیوتر نشستی که شعور اینو داری، میتونی کلیک کنی که برو بزن زندگی این آقاتونو در از این که دیگه بالاتر نیگه، کمترم که نی. اگر این آدم
در روسیه تحصیل کرده و در اونجا آب و سازش رو ساز کرده، با دوست کشور اروپای دیگمون آقا رو اووردن، گذاشتنش مصدر شما، و الان آقای پوتین دوباره به قدرت بره، اون موقعی که دریای شما رو که نفت شما دادیم دیگه، نفتی که مال ما بود به 11.5% رسید که اونم اجازه اخراج شو نداریم. خب آقای برادر عزیزمون آقای پوتین، رفیق پوتین، دوباره بیاد سر کار، میدونی چه بدبختی به ایران تو این توضیح میشه؟ آیا پرسیدید؟ امرم نپرسید کی بچی 43 میلیون دلار هزینه آقای پوتین، خودش یه میلیاردره، 43 میلیون دلاری که از آقای بیت رهبری برای مخارج انتخابات آقای پوتین داده شده، به چه اجازه ای آقای خامنه‌ای این پول رو از حسابشون پرداخت کردن حسابای دیگران؟ چه من مدارکشم میارم براتون، منتظرم تا برسه، نمیخواستم من الان بگم. آقا یه مقدارم شما برادرای نظامی من فکر کنید، با شما کسی کاری نداره، با کسانی که دست در قتل مردم ایران نکردن کسی کار نداره. شما حفاظت مملکت رو دارید، هر جنگی هم بشه ما هم در کنار شما هستیم، این اشتباه. ولی این آقایی که خودش یک آدم کمونیسم دعاتش هست، پختنش، اووردنش، 70 یه تا شما هنوز جوانید، نمیدانید 72 که به اصطلاح اینا میگن 70 89 یا 100 در حزب جمهوری اسلامی در 30 پیش رو حواره، مردان متفکری بودن که نمیذاشتن به اینجا کشیده بشه، از در همون جهان اسلام باید حقیقت رو، مثل دکتر بهشتی چمران که پشت تو جبهه زدن و مثل بقیه و بقیه و بقیه، همه رو اینها باز با سازمان مجاهدی که خود سازمان مجاهدی اعلام کرد کار ما دیگه، ولی با کی؟ با قسمت از این آقایی در پشت اینها داستانها فراگونه که وقت این برنامه ها اجازه نمیده و الان هم صلاحیت بر اون نیست که چنین حرفایی بزن. ولی شما برادر پاسدار من میدونی که این آقا همین جوری آوردنش به قدرتش کردن؟ بگنه شمایی که رو به کعبه نماز میخونی یا رو به مسکو؟ شما به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله احترام میگذاری به آقای پوتین؟ کدومی که معبد تو رهبر توه؟ خب شما هم یه خود فکر کنه، اینقدر نگن این بسیجی ها احمقه، نگن این بسیجی ها دهاتی هم چه میفهمن این آقا سوارشون شده. شمایی که میفهمی و با اینترنت کار میکنی و رسانه ها رو زیر نظر داری و همه رو دیکته و دیکلمه میکنی، خودت با خودت خود فکر کن، یا من دروغ میگم یا راست. اگر دروغ میگن شما برو تحقیق کن، اگر راست بود بقیرم نظر که به این مسائل کشیده بشه، چون دوران بعدی که آقای پوتین بشه، آقای پوتین بسیار مرد شریفه برای ملت خودش، آقای پوتین برای مملکت روسیه شوروی هر کاری رو انجام میده، باید بده، اگر نمیداد مورد احترامی مردمش بود مثل این آقایون. ما به اون نباید اشکال بگیریم، ما باید به خودمون اشکال بگیریم که این خر هر که میاد پارون میذاره رومون سوار میشه، چه از داخلی و چه از خارجی. مشکل خارجی نیست، مشکل خود ما. و من رو امروز بیشتر از حد ناراحت کرد این مسائلی که دیدم، رئیس جمهور محترم اسرائیل اومده، وزیر دفاع محترم اسرائیل اومده، وزیر جنگ اسرائیل اومده، همه آقای رو اومدید که چی؟ اجازه بگیری که حمله کنید؟ آقا دیگه شرم هم خوب چیزیه، نمیدونم آقای در این کره زمین امروز در هیچ کشور یه مثقالش رو میفروشن یا نه، بگه بفروشن خوب چیزیه، کشتن جون مردم ها به همین آسونی؟ در حال امیدوارم نه هیچ اسرائیلی، نه هیچ امریکایی، نه هیچ ایرانی وارد هیچ جنگی علیه هم دیگه نشه. من از طرف ملت خودم میتونم این قول رو بدم، ملت ما با هیچ مملکتی به خصوص نه اسرائیل نه آمریکا مسئله ای نداره، همه جام دفاع کرده. دلگه دو دست مزدش بعد از 32 سال هدیه بود که آقای جیمی کارتر داد، هدیه دوم شما دست شما بگیریم، اون موقع است که ملت ایران باید تصمیم بگیره که چه بکنه.
اون موقع است که بعد یا به دامن روشوروی پناه ببری یا دامن چین. من امیدوارم به این مسائل ما گرفتارش نشیم. مسئله دیگه که خدمت شما بعد عرض کنم، مثلا آقای پوتین رو خدمتون گفتم، مسائل انتخابات در ایرانم بله خدمتون گفتم. یک سایتی هم هست به نام CBKD، میزنید www.chebayadkard.com. CBKD به معنی چه باید کرد؟ نصیف از میلیون زندگی نامه های جناب دکتر محمد مصدق رو در چندین مرحله دادن و شروع کردن به کار. فرقش اینه بچه های دکتر مصدق عاشق مملکتشونه و اجازه نمیدن که هیچ کسی به اون خاک تجاوز کنه. بچه های دیگر رو نمیدونم، اگر ایرانی هستند و عاشق ایران زمین هستند باید آدم های ملی باشن، هیچ عضوی هم بهشون تعلق نمیگیره. اگر شماها عاشق وطنتون هستید، عاشق مملکتتون هستید، ملی هستید، یعنی مردمی هستید، باید امروز بر تمام هر ایرانی واجبه و بر تمام هر اسرائیلی واجبه و بر تمام هر امریکایی به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان عاشق حقوق بشر، به تمام دولت‌های خودتون نامه بنویسید. من خودم هم به اسرائیل، چون من خودم اسرائیلی میدونم، من خودم آمریکایی میدونم، من خودم ایرانی میدونم، من خودم انگلیسی میدونم، من جزئی از مردم جهانم، نمیتونم ببینم که یک نفر در اون بر یا این بر کشته بشه برای چند بیست نفر آدمی که معاملات تجاریشون به هم خورده یا نخورده. بس شما چطور به خود اجازه میدید که چنین فکرایی رو بکنی؟ به هر حال تا زمانی که من نفس میکشم نه اجازه به این میدم که یک اسرائیلی در کار منم یک قلم و زبانمه. به هر عنوانی هر کی یک اسرائیلی رو از بین ببره، یعنی یک برادر من از بین ببره، یک خواهر من از بین ببره. اگر کسی یک ایرانی رو از بین ببره، یعنی یک برادر خواهر من که مملکت من از بین ببره. امریکایی رو از بین ببره در ایران همونه، این خونه دوم منه و خونه دوم همه شماها. به هر حال امیدوارم بیش از این مسئله، مسئله دردناکی است. من از تمام ایرانیان اسرائیلیان میخوام جلوی این جنگ بی سامان رو بگیریم. این جنگ هیچ گونه کمکی به ما مردم ها نمی کنه. ممکنه کیسه و جیب یک عده رو پر کنه، ولی برای همه ما خون و زجر و بدبختی میاره. ولی امیدوارم به جای این جنگ، اگر شما عرضتون منقدر میرسه، این رژیمی رو که آوردید با خودتون ببرید دیگه. حداقل تمام مردم دنیا میده، چیز سری و مخفی نیست. رژیمی رو که آوردید ببرید. بم میخواد بریزید سر اونایی بریزید که باش مشکل دارید، اونا میخوان با شما مشکل، سر شما ها بم بریزن و سر مردم ها. مردم های آمریکا رو وارد نکنید، مردم اسرائیل رو وارد نکنید، مردم ایران رو وارد نکنید، تحریکشون نکنید. در حال امشب من رو حتی که بعد به شما گفتم در خدمت شما جناب آقای صالحی، اگر سوالی از بنده دارید در خدمتتون هستم. اگر نه که در اینجا از شما خداحافظی بکنم و نمیدونم ساعت چند هست. بله حدود 3 رو پس که در خدمتتون بودم، مسائل روز رو باهاتون در میون گذاشتم و امیدوارم که با سازمان مجاهدین خلق هم که تا چند دقیقه که وقت داریم که بتونیم صحبت کنیم، از اعضای سازمان مجاهدین خلق هم میخوام نکنید این کارها رو. ببینید الان به یکی دو تا از دوستان مجاهدین خلق که برای من ایمیل زده بودن، بعض رهبران قدیم و بودن، میخواستن بیان در این برنامه صحبت کنن. منشو خواهش کردم در هفته های بعد اینها مسائلی رو عنوان کردن که ما به هیچ عنوان در اون کمپ اشرف دسترسی به روزنامه یا مجلات یا تلویزیون های دیگه ای نداشتیم. ما فقط حق بر این داشتیم که تلویزیون مجاهدین رو ببینیم، فقط این اجازه به ما داده شده بود در این حد. ما اصلا فکر کنیم تنها مبارزه که در جهان وجود داره، هیچ که دیگه روی کره زمین باقی نمونده، ما این عده که دیگه سنمون 50-60 سال، هم سنهای من هم دیگه، هم بچه های مبارزه های قدیم هم دیگه، موندیم که ما بریم بجنگیم. امروز که ما رو آوردن
و دولت عراق به ما این امکانو داده و سازمان ملل این امکانو داده که جدا از مجموعه سازمان مجاهدین بتونیم دو سه ماه زندگی کنیم در جایی که میخوایم بدون فشار رو ما باشه، که ما بعد از 20 سال این تلویزیون ها رو ندیده بودیم، اونها هم به یه نحوی گول خوردن، اونها هم به یه عنوانی خودشون در پاریس هستن اون بیچاره ها که حتی یک تلویزیون نمیدن، که من از این خواهش کردم در هفته های آینده تشریف بیارن در این برنامه خودشون رو معرفی کنن، بگن کی هستن کی بودن و با خود سازمان مجاهدین و با اعضایی که اونها هنوز نمیدونن چه خبر هست درگیر بشن. به هر حال متشکرم از وقتی که تلویزیون آپادانا به خود شاهین عزیز، بسیار متشکرم از تو شاهین جان در اتاق فرمان تلویزیون آپادانا و جناب آقای سربی که این وقت رو دادن از تلویزیون مردم وسط لایو و این دو رسانه بزرگ، امیدوارم بیشتر با هم کار کنن و بگذارن مردم واقعا به اون گفتمان هایی که دی عاشق وطن نه خود بنده را عرض میکنم دیگرانی که هستن بیاین و گفتگوهای بیشتری برای آشنایی بیشتر مردم داشته باشن تا با سرایی و روزخانی یک سری در این رسانه ها. برها بر همه شما شب بخیر میگویم و از جناب آقای سربی و آقای شاهین عزیز هم شبی خوب و به آرزوی آزادی ملت بزرگ ایران. شب بر همه شما خوش. خب دوستان عزیز، عذر میخوام اشکالی در صدا بود، ما مجبور شدیم که سیستم رو خاموش روشن کنیم و نمیدونم چه اتفاقی افتاده، چون من از همون میکروفونی که صدای آقای احمدیان رو پخش میکردم از همون هم باید صدا میگرفت، ولی بنا به دلیلی که من نمیدونم این کار انجام نمیشد. در صورت خبر خوب اینی که الان سیستم کار میکنه. آقای عقیلی پور ممنونم از شما که لطف کردید و صبر کردید، چون من حتما لازم دونستم در این دو سه مورد با شما صحبت کنم و ازتون سوال کنم. خیلی ممنون، سلام میکنم خدمتون و تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بینندگان و شنوندگان عزیز قرار میدید. اگه اجازه بدید با این سوال در مورد جنگ بر علیه ایران، مخصوصا این دو سه روزی که دوستان اسرائیلی در آمریکا هستن و حتی فردا هم باز قرار آقای نتانیاهو با آقای اوباما صحبتی داشته باشه و مخصوصا آقای اوباما در این جلسه‌ای که اونجا حضور داشت به ایران به یک به اصطلاح لحن خیلی بدی گفت که مواظب خودتون باشید. شما نظرتون رو کلن درباره این جنگ بر علیه ایران و موضوعاتی رو آقای احمدیان گفتن که جالب بود و من میخواستم اونها رو بپرسم که متاسفانه مشکل صدا داشتیم. به نظر شما عجیب نمیاد که تمام سران یا دستندرکاران این اسرائیل الان در آمریکا هستن و معمولا یک نفر یا دو نفر در این جلسات شرکت میکردن، ولی این دفعه میبینیم که چندین نفر از سران کشور اسرائیل در آمریکا هستن. نظرتون رو در این مورد لطف کنید بفرمایید. با کمال میل قبل از اینکه شروع کنم اگه اجازه بفرمایید، این ایام ایام در گذشت رهبر بزرگ ملت ایران آقای دکتر مصدق که زندگی رو در یه همچین ایامی بدرود گفت، در سن 87 سالگی و نامش رو در تاریخ دنیا جاویدان کرد. البته وقتی هم که ایشون چشمش از دنیا فرو رفت، نخست وزیر آقای هویدا به عرض پادشاه رسون که خوب برابر مقررات و روش جاری نخست وزیر بوده، اجازه فرمود که یک مجلس عزاداری تو مسجد سپهسالار اینا بگیریم. ایشون جاودان نخرا به کلی اسم و رسم و همه چیز این پیرمرد رو از این دیار برطرف کنیم. و همون روزم اتفاقا فرماندار نظامی انگلیسی در کانادا فوت کرده بود و دستور دادن که پرچم‌ها به عنوان عزاداری در سراسر کشوری می‌افروشته بشه. در هر حال این ایام یادگار مرد بزرگی است که تاریخ ساز ایران بود و ملت ایران تا ابد به نامش افتخار میکنه. من هم مثل همه ایرانیان اصیل افتخار میکنم که همچین مرد بزرگی کشور ما بود و
و که باعث نهضت های همه جنبش های آزادی خانه دنیا شد از اون تاریخ به بعد. و اما راجع به جنگ و اینا سوال فرمودید آقای سوربی، مثل این که مردم جنگ طلب اصلا تشنه خونن، منتظرن. چرا؟ ببینید هر روز در سراسر دنیا خون جاریه. خوب ببینید همین آمریکای خودتون، همین طوفانی که گردباد طوفانی که در مرکز اومده حدود 30 و چند نفر کشته، چند صد نفر زخمی شده، هزاران نفر بی خانمان شدن. امروز صبح در لهستان دیدید که تصادف ترن 16 کشته داد، تعداد زیادی زخمی شدن. سوریه امروز 10 کشته داد، 100 زخمی شدن. از اون طرف در برازیل کنگو دیدید که مخزن سلاحای گرگه داشتن اونجا انفجارات ایجاد کردن، حالا کی شده نمیدونم، 250 تا کشته داده، تا الان 2500 زخمی زده. دیشب در ترن سری و سری فرانسه مخالفی دولت این ری ها را برقا را قطع کردن اون وسط را و توباش آتش زدن. در یمن همین الان امروز 12 تا سرباز و 20 تا غیر نظامی را کشتن دوباره. آخه این همه خون، این لیست خیلی طولانی که من وقت شما نمیگیرم، اینا رو برای نمونه گفتم که ببینیم باز همین جنگ طلبان به خون طلبان تبدیل شدن. چه باید کرد؟ متاسفانه. و اما آنچه مربوط به ایرانه، آقا اشاره فرمودید، ببینید چند ماهی که تنور عدات، من قبل از اینا رو بگم باید یادآوری کنم کاملا من صدای شما رو اگه نبود، ولی من تمام فرمایشات آقای احمدیان رو شنیدم که بسیار بسیار با احساس همه مطالب اینا رو گفتن، حتی راجع به جنگ هم گفتن. ولی خب من حالا هرچی بخوام به نظرم برسه میگم، چون ایشون به طور کامل و حتی در دفاع از ملت ایران بی‌پروا مسائل رو مطرح کردن که واقعا تحسین‌آمیزه راجع به احساس ملی که در وجود ایشون بود که من تحت تاثیر قرار گرفتم. ولی آن چالا در مقابل سوال شما باید جواب بدم اینه که چند ماهی که تنور اتم ایران دوباره گرم کردن و تبل جنگ رو میکوبن. شب و روز همه جا در دنیا رسانه ها، چون میدونی رسانه های بزرگ دنیا همشون از یه منبع سرچشمه میگیرن، همش جنگ جنگ میکنن. البته رهبری این تبلیغات به خاص و دست اسرائیل هم انجام میشه که آقای احمدیان کاملا اشاره کردن، در حال خود ایشون، خود اسرائیل زرادخانه اتمی و بمب‌های آماده به کار کشتار جمعی دارن. من هر چی فکر میکنم شخصا، اگه به فرض همطور که آقای احمدیان رو اشاره کردن جنگی به راه بیفته، خب در منطقه خاک و خون و خرابی همه جا ایجاد بشه، در همه منطقه. ولی این نظر منه، شایدم اشتباه کنم، و میگم بیش از همه کشورها اگر هم نسبی بسنجیم این اسرائیل که ضرر خواهد دید و ملت بیچاره اسرائیل که حدود 4 میلیون یهودی، بیش از 1.5 میلیون مسلمان در اون خاک زندگی میکنن، به بدبختی خان افتاد. من نمیدونم پس چرا هی باز دنبال جنگن. حالا دو سر گود و نشستن، آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران، مذهبی ایران، شعار میده اسرائیل باید نابود گردن. این طرف آقای نتانیاهو شعار میده و مرتب دنیا رو به جنگ علیه ایران بسیج میکنه. یادم میاد سالهای قبل بود یک مجله در پاریس منتشر شد، شاید در بایگانی دارم من اینا، که روی جلد عکس بیشتر سران کشورهای دنیا اون روز بود و نوشته بود دروش مریضهای دیوانی که به دنیا حکومت میکنن، و مقاله بسیار مفصلی هم در این مورد نوشته بود. حالا میبینم این سال پیش میاد با توجه به سلاحهای کشتار جمعی که همه جا پخشه، آیا هیچ آدم متعادل سالم و عاقلی حاضر دست به جنگ بزنه؟ و
روی شاخه بشینه و از بیخ شاخه رو اره کنه؟ مسلمن جواب این سوال من نه، مگر اینکه جنگ طلبان متعادل فکر نکنن. یعنی که جنگ حدود 10 روزه که وزیر جنگ اسرائیل در آمریکا به سر میبره، رئیس جمهور اسرائیل آقای شیمون پرس در آمریکاست، آقای نخست وزیر هم اسرائیل هم رسیده، هر کدوم اومدن که وضع خودتون روشن کنن. رادیو اسرائیل امروز صبح که 4 مارس من گوش کردم، ایشون میگفته که این 48 ساعت آینده پس از مذاکرات برای خاورمیانه، ایران و جهان سرنوشت ساز خواهد بود. از اون بر آقای نتانیاهو اعلام میکنه که در تصمیم گیری برای اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد، یعنی اگه آمریکا هم مخالفت بکنه اونا کارش نمیکنن. ولی من به عنوان یه نظامی فکر نمیکنم اسرائیل قدرت اینو داشته باشه که بتونه تنهایی کاری انجام بده. آقای احمدیان هم یک مختصری راجع به گذشت چه مسیری چه محورایی بنه ایشون گفتن، ایشون اگر آمریکا بخواد کاری بکنه حتما اسرائیل بخواد بکنه باید آمریکا باشه. بعد آقای شیمون پرس چند سال قبل دیدم یه سخنرانی کردن که ایشون میگه که وجود چنین حکومتی در ایران حکومت وحشته، حکومتیست که فحش و ناسزا به انسانیت وجود این حکومت، حکومت خرابکارانه، اینجا مرکز اصلی تروریست جهانیست که ترور رو در جهان پشتیبانی میکنه، حمایت مالی میکنه. ببینید با چه جملاتی شب و روز درباره ایران صحبت میکنن، الان طوری افکار عمومی جهان رو بر علیه ایران شورونده که هر بچه‌ای که امروز در خاک ایران به دنیا بیاد از نظر مردم این بچه تروریست بین‌المللی و تروریست اتمیه. آقای نخست وزیر اسرائیل قبل از اینکه به آمریکا بیاد 3 روز در کانادا به سر برده بود، در مصاحبه مطبوعاتی که در کنار نخست وزیر کانادا بود راجع به ایران خودشون و ایشون در مقام خدایگانی قرار داده بود و تکرار میکرد ایران باید این سازش رو متوقف کنن، ایران باید همه اورانیوم های بیش از 3.5% غنی شده رو از ایران خارج کنن، ایران باید تمام تأسیسات خام رو از بین ببره نابود کنه، ایران باید تمام وسایل غنی سازی ایران رو از ایران خارج کنه، ایران باید تمام محلهای در اختیار بازدید قرار دهد و چند بار باید یعنی دستور داده میشود. امروز هم صبح رادیو اسرائیل تمام این بایدها رو تکرار کرد، یعنی ایشون به همه دنیا در مقام گرداننده سیاست جهانی دستور میده و تکرار میکنه باید. تعجب من میکنم، این در حالی است که خود آقای شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل میگه قبل از اینکه جنگ بکنیم اینا باید به مذاکرات ادامه بدیم. کشورهای اروپایی یک پس از دیگری هم به دنبال ادامه مذاکرات قبل از جنگ اینا هستن، روسیه و چین هم که مخالفت علنی خودشون با حمله به ایران اعلام نمودن. در اروپا به خصوص ده ها مقاله، حتی در آمریکا هم تو در نشریات جهانی در مخالفت با حمله به ایران و عواقب وخیمی که برای منطقه و دنیا داره انتشار پیدا کرده. چرا؟ برای که میدونن اگر اخلالی در تأمین نفت جهانی حتی برای مدت خیلی کوتاه پیش بیاد، اقتصاد بیمارو در حال مرگ غرب طاقت به استقامت نخواهد داشت. ولی آقای سوبیات باشه همین دلسوزی ها و مخالفت ها برای حقوق بشر یا احساس انسانی برای ملت ایران ابدا نیست، فقط و فقط باز تکرار میکنم فقط و فقط برای منافع خودشونه که تحصیل میشه. در این در مقابل همه این بایدهای یک پشتر همه آقای نخست وزیر اسرائیل
آقای احمدی نژاد هم ایشون اینجا حکومت دنیا رو میخواد به اروپا کشه، از اونورم احمدی نژاد هم میگه که ما باید حکومت جهانی اداره کنیم. حالا بیچاره مردم دنیا که بین این گردانندگان جهانی چه بلایی میخواد به سرشون بیاد. این که فعلا شب و روز تبل جنگ کوبیده میشه که ایران متلاشی داغون کنن، چرا؟ برای که انقدر افکار عمومی جهانو به خودشون مشغول کردن که توجه مردم کشورهای غربی از این بیماری اقتصادی که دامنگیرشون شده به طور کلی منحرف شده. هی فکر جنگ جنگ هستن، دولت ها هم خیالشون راحته که دیگه اعتراضات مردم فعلا ساکت شده، بهشون میگن جنگ جنگ، میگن همش جنگ که نمیان نخ بزنن به دولت ها رو بخوان چرا این اقتصاد اینجور خرابه. از طرف اسرائیل هم خیلی راحته، برای که همش از جنگ دیگه در دنیا و خود اسرائیل و فلسطین، از سرزمین های فلسطین و صلح با فلسطین و این حرف ها ابدا دیگه مطلبی نیست، حرفی که آرزوشون بوده. اما نظریه من خواسته بودی، من بهتون عرض میکنم هر بشری میتونه اشتباه بکنه، به قول معروف اگه اشتباه کردن جایز نبود تو دنیا این همه کارخونه میداد پاکسازی در دنیا نبود که اشتباهات پاک بکنه. بگذاریم، منم ممکن اشتباه بکنم، ولی هر چی بررسی میکنم تصورم اینه که این سرصداها و تپهای بخاری رو یک بلوف سیاسی من میدونم. حالا دومی که اگه خدای نکرده دست به چنین اقدام جنون‌آمیز زده بشه، همونطوری که آقای احمدیان هم اشاره کردن، در منطقه خاورمیانه جای دیگه دنیا رژیم مذهبی تهران حتما پیشبینی لازمه کرده که دست به انتقام بزنه. آیا دنیا میتونه خسارت و ضررهای پیشبینی نشده چنین عمل جنون‌آمیزی رو تحمل بکنه؟ در آخر کار یه سوال اینجا آقای صبحی بی جوابه، میگن که در کشور آزاد و دموکراسی دنیا یعنی آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی، شما خودتون بارها در برنامه تلویزیونتون گفتید در مردم تیوی اگه کسی کسی رو تهدید کنه فوراً پلیس میاد و حاضر و سرکارش به دادگاه محکومیت به زندان میرسه. در منشور سازمان ملل متحد هم که این حق عیناً بین کشورها موجوده، کسی حق نداره کسی تهدید کنه، کسی حق نداره کسی رو بره جنگ کنه. پس چگونه است که شب و روز این کشور رو دم از جنگ و کوبیدن و نابودی ایران بدن تهدید به جنگ میکنن؟ صدای کسی هم که در نمیاد. این سوال باید جواب داد، ولی من البته جواب سوال خودم برای خودم دارم. میگم که این روش، روش دموکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی حقوق بشری است که غربی‌ها متولیش هستن و همچنین نظر سازمان ملل متحد راجع به جنگ. در هر حال جنگ به هیچ وجه به نفع هیچ کس نیست، به غیر از همونطوری که زمی آقای احمدیان اشاره کردن، پول خرج میشه و کمپانی های سازنده سلاح میلیاردر هم میشن، بانک ها پولاشون به کار میفته، ولی بدبختی بیچارگیش به خاطر ملت ایران، ملت اسرائیل و سایر مردم در خاورمیانه است. این جواب آقا برای این سوالتون. من ممنونم از شما. فقط برای من سوال هنوز این مونده که آیا این عجیب نیست؟ چون حتی از لحاظ ایمنی معمولا رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر دفاع و اینها همشون با هم توی یک محل، توی یک شهر، توی یک پرواز اینها نمیرن. البته خب ممکن اینها با چند تا پرواز مختلف اومده باشن، ولی اینکه الان یعنی کلن اسرائیل رو رها کردن و همه اومدن اینجا، این به نظر من خیلی عجیب میاد، مخصوصا در رده های بالا.
ولی شما گفتید که احتمالاً منظور اینه که اینها بتونن اینجا اعمال نفوذ کنن و اون چیزی رو که دنبالش هستن که همون جنگ هست بتونن یه جوری نظرها رو عوض کنن. امروز توی روسیه رأی‌گیری بود و ضمناً درباره رأی‌گیری در ایران شما که فرانسه میدونید و تلویزیون‌های فرانسه و اروپا رو هم نگاه میکنید، اونها چی میگن و نظرتون کلن درباره این دو انتخابات چی هست؟ بله، اولا در مورد انتخابات ایران عرض کنم، این انتخابات همونطوری که 33 سال گذشته بوده اینا هم انجام شد و آنچه هم که میخواستن انجام دادن. منم بارها گفتم انتخابات در رژیم مذهبی ایران بسیار آزاد، برخلاف همه دنیا که دولت ها پول میدن به احزاب، پول میدن به کاندیداها، پول میدن برای تبلیغات، در ایران هیچ این کارا نمی کنن و راحت میگن که آقا این صندوق های رأی حالا هر کی میخواد بره به هر کی دلش میخواد، این لیست ماست، ولی برید به هر کی دلتون میخواد رأی بدید، از شما وظیفه شرعی دارید، وظیفه تونه برید رأی بدید، دولت هم وظیفه داره اون که صلاحشه و اون که دلش میخواد از صندوق ها بیرون بیاره. اینو من همیشه گفتم از اول. یادم هم هست یه روزی به روزنامه نویس فرانسوی که در مورد یکی از انتخابات ایران بود با من صحبت میکرد، من بهش گفتم که شماها همین جمله رو گفتن و بعد گفتم که شماها با همه این تکنولوژی مدرنی که دارید به اندازه رژیم ایران نیست. گفت که تو؟ گفتم ببینید آقا 8 صبح در فرانسه انتخابات شروع میکنی، در شهر کوچیک تا 6 بعد از ظهر، شهرهای بزرگ مثل پاریس 8 بعد از ظهر، بعد در تمام شهرداری های دنیا ایران ببخشید در تمام شهرداری های فرانسه نتیجه آرای منطقه خودشون رو با کامپیوتر میدن به پاریس. وزارت کشور فرانسه تمام اینا رو انجام میده، جمع میکنه حدود 11 شب، یعنی تقریبا 4 ساعت بعد نتیجه کلی رو اعلام میکنه، یعنی 4 ساعت بعد از انتخابات تکنولوژی شما تا این حده، ولی تکنولوژی اینا خیلی پیشرفت داره. گفت یعنی که؟ گفتم اونا از 2 ماه 3 ماه قبل از انتخابات میدونن کی از صندوق میان بیرون، برای که اونا با امام زمان رابطه دارن، بهشون میگه اینه که اونا از این نظرم جلوتر از شما هستن. در هر حال الان هم همینطور شد دیگه، دیدید که از یه مقدر همه شایع بود و میگفتن که پدر عروس آقای خامنه‌ای رئیس مجلس میشد که در اومد و نفر اول هم شد. این هم پیشرفت ایرانی ها با رابطه‌ای که با چاه کمتران و امام خایبشون دارن. در دنیای غربی و دموکراسی ها هر یک از احزاب یک لیستی درست میکنن، این لیست کاندیدای خودشون هم منتشر میکنن، تبلیغات شدید هم میکنن، مردم میان به این لیست رأی میدن، ولی کسی به فرد نمیده به یه فرد رأی بده، به لیست میدن. رژیم اومده همین کاری کرده، تقلید کرده، ما چیکار کرد؟ اومد دو تا جناح درست کرد، یکیش مال رهبری آیت الله مهدوی کنی، یکی هم آیت الله یزد. خیلی خوب ببینید هر دوشون از یک منبع سرچشم میگیرن که از گروه اصولگرا هر دوشون هستن، هر دوشون از پایگزاران این رژیمه. یاد اون باشه در رژیم گذشته هم شاه برای اینکه بگه دموکراسی دارم و فلانه حرفا، اومد حزب ایران نوین رو درست کرد و حزب مردم رو و دو تا از رفقای خودشم یکی سر این حزب گذاشته که سر اون، بعد هم که دیدن که بلبشوش شد و داره خراب میشه و حزب ایران نوین هم یواش یواش تحصیل کرده و جمع بودن و آقای هویدا هم در اونجا داشت قدرت میگرفت، خطر داشت نزدیک میشد، یهو به هم زدن و
گفتن نه آقا یه حزب است اونم حزب رستاخیزه، که کردن آقا چم دیدن و ما هم دیدیم. این رژیم مذهبی هم مثل که همون را در دنبال میکنه. حالا ببینیم به چه زمانی و چه موقعی به همون سرنوشت دچار میشه. منتها با این حیله کاری که به کار رفته توسط آقای خامنه‌ای و داره دستش، از این به بعد بین اصولگرایان بین خودشون هم اختلاف میشه، بعد بین به اصطلاح اونایی هم که اصلاح طلبن اختلاف میشه با اینا، یعنی همگی اختلاف بینشون افتاد و مجبورن هر کدومشون برای نزدیکی بیشتر به خامنه‌ای خودشون رو به دربار سلطنت و خلافت خامنه‌ای نزدیکتر کنن و خلیفه هم خلیفه‌گری خودش رو ادامه بده. همه رو به جای همه رو به جون هم دیگه انداختن. اگر هم دست از پا خطا هر کدومشون بکنن به سرنوشت شریعت مداری یا به سرنوشت ولیت سابق خمینی منتظری دوچار میشن. خب یادتون باشه دیدید که خاتمی و رفسنجانی هم رأی دادن. این خاتمی همونه که همان تعجب کردن، اگه تعجب نداره خاتمی گفته بود که اگه میخواید رأی بدن اصلاح طلبان که من رئیسشونم، زندانی سیاسی آزاد بشه، مطبوعات آزاد بشه و خلاصه شرط گذاشته بود. در غیر این صورت اصلاح طلبان تحریم میکنن رأی نمیدیم. این حرفا رو زد. خوشباورانم به حرفای پوچش اعتماد کردن، ولی با خودشون نگفتن خود خاتمی، خود رفسنجانی که هر دو اینا رئیس مجلس بودن، خود اینا انتخاباتی کردن خیلی بدتر از این، دردناکتر از این، که تو حالا این از تقلب در انتخابات اینا میزنن. حالا اومدن طرفدار انتخابات آزاد شدن، خودشون هم چنان انتخابات میکردن که اون موقع تظاهرات تازه بر علیهشون شد. تازه این آقای خاتمی که نور چشمی غربی هاست و به اصطلاح خارج و داخل این اصلاح طلب رو دلوش بستن و حالا دوباره سید خندان نازی خود تو میدونم، یادتون هست وقتی که رئیس جمهور بود رفت در مسافت چین رسما و در یک بازدی در غرب چین بود، همون روز که اونجا بود همونجا پنج از رهبران اونه که آزادی طلب مسلمان بودن و فریاد زدن زندانی بودن همه رو بدارد. همون شب ایشون یک کلمه حرف اصلا به کسی نزد. همینطوری که آقای احمدیان هم گفتند در چین و روسیه بارها کشتار مسلمان انجام شد، یک کلمه این آقای خاتمی اعتراض نکرد. همینطور به نعل و به میخ میزنه، ولی برای اینکه از قافله عقب نمونه وقتی که مراسم روز قدس بر علیه اسرائیل بود تشویق میکرد و حتی در اعلامیه که صادر کرد برای کمیته دانشجوی دبیرخانه حمایت از فلسطین، در اعلامیه خودش دستور میده که همه جوانان باید تظاهرات برای روز خود شرکت کنن و مردم رو تشویق میکرد که برن تظاهرات گسترده ای انجام بدن. بسیار، ولی ملت ایران نمیشه از ایشون بپرسه که آقا 33 ساله فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اسرائیل نابود باید گردد، چه نفعی برای ایران و حتی چه نفعی برای خلی فلسطینی‌ها داشت که میگوید تو اعلامیش میگه که دفاع از ملت فلسطین برای ما یک رسالت الهی و انسانی حقوق بشری است. چطور برای بقیه نمیگه؟ این در حالی میگه که همه عرب هم همه بیدونیم که دشمن مشترک ما و اسرائیل هستن.
آیا 33 سالی که این آقای خاتمی این شعارا رو داد قدمی برای ملت فلسطین برداشته شد؟ قزه از محاصره در اومد؟ تپای جولان رو پس دادن به سوریه؟ در ماورای اردن سرزمین‌های فلسطینی اسرائیل بیرون رفتن؟ خانه سازی‌ها در زمین‌های فلسطین متوقف شد؟ این شعارا چه فایده‌ای داشت به جز اینکه ایران بسیار بسیار ضرر دید و به امروز کشیده شد که با چنگ و دندون میخوان جنگ را بندازن و ایران رو نابود کنن؟ ملت ایران ازشون نمیپرسه آقا شعارهای شما عاقلانه بود که مثل موش خودو با پیل درگیر میکنید؟ اونایی که ندانسته و چشم و گوش بسته به سید خندان دل بستن و او رو رهبر جنبش به اصطلاح سبز میدونن، با رأی هم که دار دیدن که اشتباه کرده و در راه خواست بیت خلیفه‌گری خامنه‌ای کار کرده و به اصطلاح اصلاح طلبان هم بینش رو شکاف افتاد و دیگه جبهه متعددی هم برای مخالفت با خلیفه گری نیست. اینا رو در این بازی که کردن همه رو متلاشی کردن. آقای احمدیان در سوالشون سوال کردن آیا کعبه سجدگاه خامنه‌ای مسکو و کرملین یا مکه نماز به اونجا نماز بخونه؟ من میخوام یه جوابی بهشون بدم. ابو حریر در زمان صدر اسلام صبحا زود میمد پشت سر علی بن ابی طالب تو مسجد کوفه نماز بخون، زورا میرفت در دربار معاویه نهار مفصل میخورد. بعضی بهش ایراد گرفتن بگن ابو حریره آخه این چه کار زشته، تو میای اینجا پیش علی نماز میخونی بعد میرو اونجا نامینار میخوری؟ گفت بله. گفتم یعنی چه؟ گفت نماز پشت سر علی ثواب به درگاه خدا داره، باید من حساب بکنم. سفره غذای معاویه چرتر لذت بخشتره، اونم باید استفاده کنم. حالا جواب آقای احمدیان همینه، اگر ایشون یه سرش به طرف مسکو یه سرش به طرف کعبه اینا، از همون روش ابو حیره این استفاده میکنم. در هر حال راجب انتخابات باید برید، اینهایی که در خارج از ایران به خصوص دل خوش کردن به موهومات از این که آزادی در ایران باشه و انتخابات بدن آزاد باشه و ایراد میگیرن مبارزه میکنن، همشون هم گفتن که تحریم کردیم تحریم کردیم و هم ناآگاهن هم غافلن. بعضی هاشتم خودتروخه به سفزه عملیتی دشمنان دارن. این رسانه های فارسی زبان دیدی از روزهای قبل چه می کردند و می گفتن که رای به هیچ وقت کسی نمیده؟ خنددار غروب جمعه به وقت تهران، رسانه در اینجا فارسی می گفتش که در سر تا سر تهران رو گشته یه نفر رای نداده، یا اون کسی که صحبت میکرد به اشتباه حل بده میگفتش که از تهرانه دروغ میگفت، میگفت من تهران خیابان فلان خیابان فلان خیابان فلان رفتم دیدم هیچ کسی رستوران ها پره ولی مردم رای ندن، یه نفر رفته تو مسجد فقط رای بده اومده، دو نفرم دیدم که دارن میرن رای بدن دیگه هیچ کس نبوده. ببینید این فریبکاری و دروغ های شاخدار که این رسانه های فارسی زبان خارج خورده مردم میده چه نتیجه داره؟ به نظر من آقای صاحبی بسیار نتیجه عالی داره برای اینکه رژیم ازش بهره برداری میکنه، میگه آقا ببینی به نفع رژیم دارن کار میکنن. شما حسابش کنید تقریبا 4000 تا کاندیدا بودن، هر کدوم اینا خودش و زنش و فامیلش 10 نفر میارن به خان رای بدن که میارن، میشه چند نفر؟ 5000. ببینید چند صد هزار
بسیجی و حزب‌اللهی و پاسدار و لباس شخصی و مذهبی اینا و خانوادهشو بیان. یعنی چند میلیون رایمشه و اینا رو که بیارن دیگه. وقتی یارو میره میگه نه خیره ها در اونجا هیچ کس نبود، من خودم رفتم دیدم حتی قدم میزنم اصلا کسی نیست. خب اینجور بی بندوباری ها حک کردن این رسانه های فارسی زبان در خارج و خصوص در این آمریکا که اینجور فریب کاری میکنن، اینا آب به آسیاب دشمن میریزن. من اینا رو دو دسته تقسیمشون کردم آقای سوربی. دسته یکم اینایی هستن که پون میگیرن تا دروغ بگن. دسته دوم اونایی هستن که دروغ میگن تا پون بگیرن، که البته من سعی میکنم در برنامه آینده با مردم تیوی در مورد انتخابات بیشتر و کاملتر صحبت کنم و تا اینجا این مطالب رو در این مورد انتخابات ترس کردم در مورد انتخابات ایران. و فراموشم نکنید جمله منو، ادهی دروغ میگن که پول میگیرن، ادهی پول میگیرن که دروغ میگن. این جواب شما داجب رسانه ها. بسیار جالبه، من از شما ممنونم. و اون خبری هم که گفتید در کنگو و در جاهای دیگه دنیا، بله هر روز خبرهای بدی از این برانور میرسه و متاسفانه حتی آقای هنری کیسینجر هفته قبل صحبت کرده بود، گفته بود که ما اسلحه‌هایی داریم که مردم در دنیا باهاشون آشنا نیستن و اینها، و اگر یه روزی برسه اونها رو نشون میدیم. و یه جورایی گفته بود که به زودی به اصطلاح آخر دنیا هست و اینها. نمیدونم ایشون به دلیل به اصطلاح کبر سن این حرف رو زده، آرزوش اینه که چون خودش ممکنه فوت کنه آخر دنیا باشه، یا واقعا یه خبرهایی رو داره. شما نظرتون درباره نظر آقای هنری کیسینجر در این مورد و صحبت درباره اسلحه‌های قوی و ناشناخته برای دنیا و اینکه به اصطلاح به زودی درگیری‌های بزرگتری بین کشورها درگیر میشه و درگیر خواهد شد، نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید جناب سوربی، این مطالبا به قول اسپانیا فوش بده فوش بسونه. این حرفا رو میزنن. هیچ وقت دولت هیچ کس هیچ دیوانه دست رو مارشه نمیذاره که دنیا رو نابود کنه. حالا ممکنم هست یه روزی بیاد، ولی این صحبت ها صحبت های کسانی است که دنبال حکومت جهانی هستن. یعنی اومدن بانک جهانی درست کردن، صندوق بین المللی پول جهانی درست کردن، همش دنبال گلوبالیزاسیون یعنی جهانی کردن همه چیز هستن که بعدا یکی حکومت کنه. اینا هم که دوباره یه امام زمانی بیا و دنیا رو اداره کنه، اینا هم خوابه. فکر کردن که امروز و فردا و پس فردا زورشون به این کارا میرسه. خوشبختانه اینا رویایی بیشتر نیست و به این چیزا نباید اعتبار داد. اینها دنبال یه برنامه خاصی در دنیا هستن، خودشون هم گرداننده قسمت هایی بودن. همین آقایی که میفرمایید خودشون در دنبال جهانی شدن همه جا بوده، همه تاسپار کرده. مگه همین آقا نبود که میومد به مرتب پیش شاه ایران، وقتی که اومد راجع به شاه ایران مطالبی راجع به سلاح ها و غیر و زاره که اینا گفت مرتب، از اون بعد عرب و عربستان سعودی مطالبی گفته بود بهشون، یا اومد به شاه گفت، عرب ها فهمدن اعتراض کردن، از این ور یه چیز به این میگفت، از اون ور یه چیز به اون میگفت، بلکه سلاح ها رو بفروشن. اینا رو زیاد نباید بهشون اعتبار به این حرف دادن. این عقیده من در روز گفتار ایشونه، شاید اشتباه بکنم. ولی شما در مورد انتخابات روسیه هم مثل که یک سوالی فرمودید. بله بله، از کنم آقای احمدیان راجع به سوریه و آقای پوتین صحبت کردن راجع به روسیه. ببینید این آقای پوتین اول از خودیا بود. دیدید که در چچن مسلمان‌ها رو قتل عام کرد، شهر رو با بولدوزر خراب کرد، نابود کردن، تبدیل به خرابه کردن. اما چون از خودیا بود
عملی به جز چند تا اعلامیه خشک و خالی حقوق بشری کسی جلوشو نگرفت. اسلام هم کشور اسلامی به خصوص رژیم جمهوری اسلامی کوچکترین حرفی نزد. چرا؟ اگه خون مسلمانان چچه مثل خون بقیه نبود. در حال حاضر روسیه نظر تکنولوژی و اقتصادی زیاد تاپ دیو نیست، احتیاج به دنیای غرب داره و نمیتونه با دنیای غرب برابری و رقابت بکنه. منتها روسیه دو تا اهرم قوی در دستش داره. یکیش هم که شما فرمودید و میترسید زرادخانه بزرگ و عظیم اتمیه که بعد از آمریکا اون داره که یک هزارمش همه دنیا رو میتونه نابود کنه. دومی نسخه‌ای که در دست روسیه هست حق بتوست که در شورای امنیت سازمان ملل متحد داره از اون استفاده میکنه، همونطور که در سوریه دیدیم استفاده کرد. برای چی استفاده کرد؟ برای که بگه آقا منم هستم، سری تو سر رو دارم، فکر نکنید من دیگه عقب افتادم فلان، هر خواب کاری بخواد بکنه جلوتون رو میگیرم. منطقه از روزی که همین آقای پوتین حاضر نشد که هر تحمیلی رو از غرب در مسائل جهانی قبول کنه، دنیای غرب مخالفت رو با او شروع کردن. همه تبلیغات غرب مبنی بر این بود که مدلوف رئیس جمهور بعد دو مرتبه در دور دوم رئیس جمهور بشه، ولی یه وقت دیدن که اون آمد از آقای پوتین پشتیبانی کرد. اول اینا حد دنیای غرب میخواست انجام میدادن، کمان که دیدید ایران F-300 دفاع ضد هوایی رو خریده بود از روسا، پولش هم داده بود، ولی چون اولا هماهنگی با دنیای غرب میکرد بهش فشار رو بردن که آقا اسرائیل آمریکا فشار رو بردن. مرتب چندین بار آقای شیمون پرس هم اونجا اصرار کردن که نباید اینو تحویل بدیم. دلیلش هم این بود که ما گزینه حمله رو داریم، نباید اینا رو به اونا تحویل بدید، من اگه روزی بخواستیم حمله کنیم اینا نباید حق دفاع داشته باشن، باید آسمون راست آزاد باشه که خدای نکرده به موشک ها و هواپیمای ما چشم زخمی زده نشه، ما بتونیم داغون کنم و بیه. روسا هم قبول کرده بودن، ولی بعد مخالفت شد. حالا دارن بر علیه آقای پوتین اومدن رسانه ها رو بسیج کردن، تظاهرات در روسیه بر علیه پوتین را افتاد که خود آقای پوتین هم دیدید اومد پشت چیز رو گفتش که آقا این غربی ها برای به هم ریختن امنیت کشور ما میکنن و من جوابش رو میدم. در اون موقع میدونید که آقای پوتین خودش ساخت پرداخته سرویس امنیتی مخوف کاژبه روسیه است، شوروی، شبکه عظیمی برای خودش برپا نموده، چنگ هم روی همه سازمان داره و به عنوان مرد مقتدر روسیه چهره خودش نشون داده. حالا اومدن به قدرت مجدد آقای پوتین با توجه به کارشکنی های زیادی که دنیای غرب بر علیه او در انتخابات انجام داده، یقینا در مواصلات دنیا اثرگذار خواهد بود. حالا اگرم در پشت پرده مثل همیشه بین قدرت ها توافق های انجام بخوان بدن با روسیه پوتین، این دفعه دنیای غرب باید خیلی بیشتر به روسیه باج بده تا روسا قبول کنن. ببینیم، صبر کنیم ببینیم چه پیش میاد براشون، چه معامله میخوان کرد. نتیجه انتخابات هم که دیدید اعلام کردن، آقای پوتین در دور اول با 64% انتخاب شد، مثل همین شرکت کنندگان ایرانی در انتخابات اخیر که اونا مثل که اعلام کردن کپیه کردن 64% رای داده بودن. خب با توجه به این که در کشورهای غربی
بین 30-45% مردم میان شرکت میکنن و انتخابات میفته به دور دوم و دور اول کسی نمیتونه اکثریت بالای 50 تا رو بیاره. وقتی در روسیه یهو اعلام میکنن میان 45-64%. خب ببینید چقدر مهمه برای قدرت شخص پوتین در اون کشور. حالا برای اینکه پوتین به دنیا قبلم بگه که تقلب نکرده، این خواست مردمه، اومد به یه کار فوق العاده دست زد که اصلا بی سابقه بود، بسیار عظیم. چیکار کرد؟ اومد در حدود 200,000 کامرا، یعنی دوربین، در تمام حوزه و صندوق و جای دیگه گذاشت که تمام رو کنترل کنن، که اگه یه روزی گفتن فلان جا تقلب رو، میگه بیاد ببینی همجا. و برای این کار عظیم بی نظیر در اون سر بزرگ کشور وسیع دنیا به خاطر رو بذاره، اینطور که دیدن در حدود 1 میلیارد دلار خرج این کار کرد که بگه آقا اینا درسته و قلابی هم نیست. چرا این کار کرد؟ برای که اولا به محبوبیت خودش بین مردم تا حدود اعتماد داشت، به خصوص بین خانم ها و شهرستان ها، که اینو سمبل قدرت و ایستادگیشون برای ناسیونالیسم روسی در برابر دنیای غرب میدونن. این بود که رأی دادن و آمد. البته مخالفینم دست بردار نبودن، دیدید که از یک ماه دو ماه قبل چه تظاهراتی کردن. الانم اعلام کردن که در انتخابات تقلب شده، من البته حتی یه جا رو گفتن که مثلا یه نفر دیدن 10 نفر 10 رو رأی تو صندوق انداخت. و بعد گفتن که در بعض شهر کوچیک هم، در یه شهر کوچیک گفتن که اینا که رأی دادن تعدادشون بیشتر از اونه بوده که در این شهر کوچیک وجود شرایط برای رأی دادن بودن. فردا هم اعلام کردن که تمام مخالفین بیان در میدان مرکزی موسکو تظاهرات بر علیه پوتین بکنن. البته اینجور رأی من تقلبا همه جا هست. به نظر من هیچ کجا در دنیا نیست که در انتخابات تقلب نکنن. حالا یه نمونه براتون میگم. در کورس فرانسه انتخابات انجام شده بود، وقتی آرا رو شمردن دیدن بیشتر از چند هزار تا رأی، گویا 3500 یا 3800 تا رأی بیشتر از اونایی که حق رأی داره و کارت گرفته، دستور رسیدگی دادن. وقتی رفتن دیدن اینا تمام کارتای هویت ملی، یعنی همون شناسنامه مرده‌ها رو آوردن رأی دادن. همه جا اینطور تقلبا گاهی پیش میاد، ولی خب قاعدتا به جایی نمیرسه. مردم اونایی که باید انتخابشن میان جلو و اکثریت میبرن از می، و اونهایی هم که اپوزیسیون هستن چند تا سرصدا میکنن و تمام میشه میره. مگه در همین اروپا و آمریکا وقتی آرا رو میدن یه ده مخالفت نمیکنن؟ منتها در این کشورها چون دموکراسی و آزادی هست، خب مردم میان تظاهرات میکنن، میبینن خبری نشد، یه چهار داده بیداد و فلان اینا میکنن و یه چیزی به هم نمیریزه. ولی در کشورهای عقب افتاده اگر این تظاهرات بر ضد انجام بشه، فورا آشوب پیدا میشه، میریزن، کشتار میشه، زد خورد میشه. اینه فرق کشور پیشرفته و عقب افتاده. و اینه که امروز الان آقای پوتین با بیش از 64% در دور اول انتخاب شد که برای بار دوم. میدونید که اینا اومدن قانون اساسی رو وصله بینه کردن، مثل که اصلا تو دنیا مده که وصله بینه کنن. دوره انتخابات رو رئیس جمهوری که 4 سال بود 6 سالش کردن. حالا آقا که 8 سال قبلا رئیس جمهور بوده، حالا برای دوره 6 ساله اومده، بعد از 6 ساله خود رنگی که داره میمونه، داره یواش یواش در اونجا هم موروثی میشه. اینم در مورد انتخابات روسیه که سوال فرمودید. باید ببینیم چه پیش میاد و در اینجا
برای ما خیلی حساسه. باید ببینیم که روسیه روابطش با ایران و پشتیبانی هایی که میکنه تا چه حد جدیه و واقعی است یا نه. البته واقعی که نمیشه، برای منافع خودشه، ولی آیا میخواد از موضع ایران در بدبستون های با غرب آمریکا فشار بیاره و استفاده کنه که از ایران دفاع کنه یا نه. این مستلزمینه که صبر کنیم ببینیم چجور آقای پوتین رفتار میکنه. ولی آنچه مسلمه با شبکه‌ای که در تمام روسیه داره و سرویس امنیتی کاجبه که در اختیارش شد، یک پارچه قدرت کوبندهی در اختیارش خواهد بود که روسیه واقعا در این موقع لازم داشته. در هر حال اینم در مورد انتخابات روسیه و نتیجه که الان داشت گفتم با آقا عرض کرده باشم. من ممنونم از شما و وقتی که گذاشتید برای این موضوعات. امیدوارم که در برنامه آینده هم شما بتونید به توضیحات بیشتری برای دوستان به اصطلاح و آگاهیشون کمک کنید. ممنونم، شب خوبی براتون آرزو میکنم، به امید دیدارتون. همچنین برای جناب علی و شنوندگان محترم و بینندگان محترم و از شما هم سپاسگزارم که این فرصت رو دادید من صحبت کنم و از آقای احمدیان هم به همچنین که مطالب فوق العاده جالب و حساسی رو برای ایران و دفاع از ایران بیان کردن. و شبتون بخیر. اوقات خوش. مرسی. بله دوستان عزیز، آقای سرهنگ عقیلی پور رو داشتیم. اجازه بدید من یه توضیح بدم در رابطه با اینکه چرا سرهنگ عقیلی پور و آقای احمدیان در برنامه‌هاشون تلفن به اصطلاح نمیگیرن. و امروز از آقای احمدیان سوال کردم که بعضی از شما دوستان مایل هستید که در این موارد به اصطلاح صحبت کنید، شرکت کنید در برنامه‌هاشون، و آقای احمدیان توضیح دادن، گفتن که حاضرن اگر کسی مایل هست حتی از گروه‌های دیگه از نظرات مخالف وقت بدن بهشون باشون صحبت کنن، ولی به این صورت که تلفن رو باز بذارن و هر کسی بیاد از هر دری سخنی، ایشون گفتن که برنامهشون برنامه تاک شو نیست و هدفی رو دارن، دنبال اون هدف سالهای سال هست که دارن تلاش میکنن. و همینطور آقای سرهنگ عقیلی پور، ایشون هم قبلا هم توضیح داده بودن که میان نظر خودشون رو میگن از تجربیاتشون و از خاطراتشون و از تاریخ، و میگن من به اصطلاح صحبتی به صورت مناظره با کسی ندارم. اگر شما ها مایل هستید که در برنامه شرکت کنید یا مایل هستید افرادی رو که شما به اصطلاح قبول دارید در برنامه های آقای احمدیان شرکت کنن، یا از طریق ایمیل بسیار آسونی دارن ایشون، bahman@yahoo.com، یا از طریق شماره تلفن هایی که الان روی صفحه کامپیوتر و تلویزیونتون هست تماس بگیرید تا ترتیب این کار داده بشه. من از یکایک شما عزیزان ممنونم. اجازه بدین فقط دو تا موضوع رو بهتون بگم که من یکی از دوستان الان سوال کرده به وسیله ایمیل که دیگه یه مقدار دیره، میگید که سوال من اینه که My question is if there میگن که اگر یک جنگی بر علیه ایران باشه روسیه و چین چه خواهند کرد، یا داخل این جنگ میشن یا نه. اون هم سوال خوبیه که بعدا در برنامه آینده بهش میپردازیم. امروز برنامه ای رو از آقای حسیبی داریم که من بهتون توصیه میکنم بعد از این برنامه اون رو ببینید، پس از اون برنامه نوین تیوی رو ببینید، و به ترتیب برنامه های جدید دکتر محیط. برنامه جدید خانم نرگس غفاری رو هنوز نگرفتیم، احتمالا فردا، ولی برنامه های جدید دکتر آقای ستوده و یه برنامه از آقای حمید میرزا آقاسی و کلن برنامه رو دنبال کنید. ولی پس از این برنامه
پس از چند تا آگهی میریم سراغ آقای حسیبی و پس از اون سراغ برنامه نوین تیوی. اگر شما هم برنامه ویدیویی رو دوست دارید که در تلویزیون مردم پخش بشه لطف کنید با ما تماس بگیرید، یا اگر افرادی رو مایل هستید که در این تلویزیون برنامه داشته باشن، ضمن اینکه در تلویزیون‌های دیگه هم برنامه دارن و آقای احمدیان به درستی باز هم گفت به امید روزی که تلویزیون ها با هم بیشتر همکاری کنن و این همکاری تلویزیون مردم رو با تلویزیون آپادانا ما به فال نیک میگیریم و تشکر میکنیم، شما خودتون بانی و باعثش بشید که این آشتی رو بین تلویزیون ها برقرار کنید، چون در چند سال گذشته دیدیم که میلیون ها دلار پول ایرانی ها به خاطر همین تفرقه و نفاق بین تلویزیون ها به جیب ستلایت ها و سرویس های به اصطلاح این برادکستینگ رفت و حاصلش این شد که تفرقه و جدائی بین مردم افتاد. خب اجازه بدید من از شما خداحافظی کنم. این برنامه از طرف آقای بهمن احمدیان که برنامهشون به نام میراثداران ایران بود به شما تقدیم شد و امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر اشکالی هم در پخش صدا بود ازتون عذر میخوام، این دیگه از دست ما خارجه و به قول دوستان این وسایل الکترونیکی گاهی وقتا خودشون هم معلوم نیست که چه میکنند و چه ما باید باشون انجام بدیم که بتونیم اینها رو در اون قسمت کار کردن 100% بهشون اطمینان داشته باشیم. پس شب و روز شما خوش در هر جای دنیا که هستید و با امید دیدار شما فردا دوشنبه 2 بعد از ظهر در تلویزیون مردم و جیلویز و تیوی باکس. ساعت 4 بعد از ظهر هم آقای عزیزان برنامه داره و برنامه ها رو پی میگیریم و دنبال میکنیم، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنیم. ممنونم از شاهین عزیز در تلویزیون آپادانا و دوستانی که اونجا لطف کردن تا این برنامه روی آنتن بره. مرسی، شب و روزتون خوش.